این بسته های کمک برای متضررین رویداد مرگبار دوم اسد در دهمزنگ کابل است. این بسته ها هر کدام به ارزش $250 از سوی اداره انکشافی آمریکا توسط مرکز مایند پاکی سازمان ملل متحد برای 60 خانواده قربانیان این رویداد کمک شد. مسئولان مرکز مایند پاکی سازمان ملل متحد میگویند که آنان پس از هر رویداد تلاش میکنند تا در جریان 2 هفته کمک های اولیه را به متضررین برسانند و این هم یکی از آن برنامه های آنان است. دغه بیړنۍ مرسته موږ کوشش کوو چې 2 هفته کې دوی ته ورسو. بیا وروسته لږ نه دوی سره نورې دوامداره مرستې هم ستاسې هغه هم کوو. هغه مرستې فزیکي بیا رغونه ده، رواني بیا رغونه ده، اقتصادي بیا رغونه ده. حمله انتحاری در دهمزنگ شهر کابل جان بیش از 60 تن از مظاهره کننده های جنبش روشنایی را که در اعتراض به انتقال لین 500 کیلوولت برق ترکمنستان از مسیر سالنگ راهپیمایی می کردند گرفت و بیش از 300 زخمی بر جا گذاشت. در این حال برخی از خانواده های قربانیان می گویند با آن که این کمک ها درد آنان را دوا کردن نمی تواند، اما با آن هم از دلجویی سازمان ملل متحد استقبال می کنند. درد ما را خود بجوزی که خود خداوند درک کنه و کمک را بجوز خداوند کمک کنه. دیگه کمک مادی یا کمک انسانی خب کمک نیست که او خلاصه درد جبران کنه. و ما باز هم به علاوه از خلاصه از مؤسسات یا نهادها یا دولت یا هر نهادی که خلاصه اعلان همدردی با شهدا یا متضررین میکنه ما تشکر میکنیم. در این حال علی یزدان‌پرست نماینده شورای ولایتی کابل و عضو جنبش روشنایی ضمن سپاسگزاری از کمک‌های سازمان ملل از سایر نهادهای ملی و بین‌المللی می‌خواهد تا با بازماندگان قربانیان جنبش روشنایی کمک کند، زیرا با گفته وی اکثر قربانیان این رویداد ناناور خانواده‌هایشان بودند.